فیلم توه؟ چرا بدجنسی؟ چرا خبر نکردی پس؟ پخش شد ولی گند زدن فکر. بیخیال برای چی هم؟ آقا من این تستی ندادیم به اینا. خب چرا؟ این چیه؟ این چه وضعیت تصویره؟ من نمیفهمم. خوبه دیگه بابا، خوشحال باش که پخش شده بندن. نمیدونم، شاید ما کیفیت بی بی سی نمیدونستیم چی میخوام. تبریک، اقلا پخش که خوردیم به خیلیست. چی شد؟ نشد؟ نه بابا، 10 تا اتود زدیم، نمیشه. یه جایکات چیز، یعنی یه جای خونسا نتونستی پیدا کنی؟ من به این سنیسم میگم تش باید بریم بگی. منتها تو این شرایط نمیتونم. رضوی میگه فیلم رو تا آخر هفته برسونم، سینمایی رو میاد جلو. راست میگی؟ آه. اون که خیلی عالیه. 20 روزه فیلمنامه دکوپاش شده با استوری بورد از من میخواد. 20 روزم طولی. یعنی چی؟ من بابام در اومده. آره، ولی چند وقت تو دنبال تهیه کننده که فیلمتو بسازه؟ یه نگاهی بهش میندازی. میسم برش کردی؟ آره سامانه بردم، بیا. اینجا سکرس. خب این الان باید کات بشه به پشتمون. آره دیگه باید هنریک این خوش میندازه پایین. خب این دیگه نباید الان خودش بندازه پایین دیگه. میگن خودکشی نباید باشه. پس چیکار باید بکنیم؟ بذار یه بار دیگه ببینم. آره بذار ببینم. جانم آقا رضوی سلام. جان. نمیشه بذاریم حالا آخر هفته. حتی یه پلان که ببینیم تنها داره از در میره بیرون. الو. دیگه نمیتونه. که بعدش جان پیش کنیم. الو. سنه من زندگی. باید بگیریم دیگه، اصلا من که از اول دارم میگم. بیا رضوی هم الان زنگ زده میگه سرمایه گذاره فردا میخواد اصفهان ببیند. من چه خاکی به سرم بکنم حالا؟ بهش بگو فردا نمیام، هفته دیگه میام. سرمایه گذاره؟ دست خودت میبوسه. جان خدا. کی؟ تو. خوب رفتم بالا. خوب. حسن باشی. سلام. خیلی سلام. سلام. پارکینگ ما به نظرت کجا میشه؟ ما چیه دیگه؟ دو طبقه پایین فکر کنم. دو طبقه پایین فکر کنم. شما مثلا پرادو رو راحت بتونی گیره میگیرون ببرید. یه تا طبقه نهم نریم بالا. نه همش یکیه دیگه، نقشاشو میخواییم ببینیم چجوریه. سومه. آره ببین الان واحد ما اینه دیگه، نگاه کن ویوشو. ویو رو ای جان تازه اینجا طبقه سومه، ببین نهم دیگه چجوریه. چه خبر؟ چه آرامشی داره اینجا. سواره دوتا تلفیم گرفتنه دیگه. حالا بگو کفگاری سریدوزی. حالا تا ما بیاییم اینجا بشینیم توش دو سه سال دیگه، اون وقت دیگه. نه بابا کچه دو سه سال دیگه، دو سه ما دیگه تمومه. همه چی حارومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبادم. آه بیا ساما. آله یا فکر میکنی این آشپزخونه؟ آره دیگه. یا اونم میتونه از دهان ستونه اوپنش باشه؟ عزیزم همینه دیگه. نمیخواد بذاریم در پنجره رو به ویو سینک ظرفشوری. اینجا چیه؟ همومشه؟ ها وانو اینا توش جا نمیشه. حالا دیگه یه دوشه. اوه چه خبره؟ به جام دیره چود. جایی به مسئله اینا خوردی به من زنگ بزنی. باش. خدا برو مراقب خود باش. سامان بیا بمونم دیره چود برسونم. آره یه اتونه شهتیم نکن باقلقا. ایچی
چی اسم این دختره؟ ندیده. تو میشناسیش؟ قبلا باش کار کردی؟ آره. درست دارم میرم؟ آره. استنبای کردی امروز میگرفتیم بالشو میکنیم استنبای میکنم واسه اسمه فقط اسم او برنامه بزنیم سلام. چی شد؟ هیچی میگه که آدرس خانوما رو به کسی نمیدی. طبقه چندومه؟ طبقه دوم. شما کجا میای؟ بچه‌ها دارم میرم دیگه. چک دوم من چی شد؟ حل آقا حل. مشکلی بود من پایینم. سلام علیکم. سلام. آتو چطوره؟ خوبه شما؟ من تو ببخشید مصدق اوقات شد. سلام. استاد شما کارمندی به اسم ملیحه صنایع داری یا نه؟ کاردم چیه؟ هر شبت که ایشون بخش سویچ ها اینجا مراده بیرون ایشون خانم رحیمی هستن کاریاسیان رابند دستیارشون هستن یه فیلمی ایشون برای ما بازی کرده بونه چند تا صحنه‌اش رو تکرار کنیم اینه که اگه میشه یه آدرسی تلفنی چیزی اگه ازش همکارت اینجا بود به همکارتم گفتم همکارو ولش کن من الان اومدم بالا که با هم دیگه حرف بزنیم چیکارش ما نمیتونم آدرس و شماره تلفن مسئولیت داره مسئولیت چی داره بابه خب خواهر من شما آدرسو بده اگر ما آدرس و شماره تلفن به شما بدیم میاد با شما قرارمدار میبنده و شما کارگر ما قور میزنید پس ما اینجا چه کاره ای؟ قصه دوبا من یادت نره آدری باشه بجم خبر بده باشه این دادا آشویا دست بکنیزم علیه خیلی خانوما این علیه خیلی خانومه یه وقت فکر بد نکنی دستش که از نیوه جان مادر رو قاطی میکنم واسه تو علیه رو میشناسی تو؟ آره میشناسم دیگه خدا داشت همکارم دیگه میشناسم آدرس داری ازش؟ آدرس دختر مردم شما چی میخواین آخه؟ آروم عزیزم گروه فیلم سازیم کار کرده با همون لازمش داریم الان تو فیلممون بازی کرده آخ ببخشید به جان خواهم معذرت میخواهم شما فیلم میسازیم بابا خانم رحیمی 40 تا جایزه حداقل گرفته ما مخلص شما هستی خانم رحیمی فیلم کاراته هم میسازیم من به جان خودم کمربند نارنجی دارم یک جوفا میزنم ببین میتونی فعلا کمکمون کنیم یه جوری اینو پیداش کنی آره من آدرسشو بلدم بفرمایید من موتور دارم ترک موتورم همون پایین هست بشینید ترک موتور من همه شما میرسید ماشین داریم ماشین داریم دمت گرم دیگه ببین من آدرس پستی بدم نه که این پلاکا ری بره عوض میشه قاطی میکنی یعنی نمیتونی پیداش کنی؟ نه نمیتونی شما دنبال من بیان این شماره من داشت بدم تو گوشید بگو آره 0936-462-2670 اینو بزن تو گوشی من تو اتوبان خیلی گاز میدم اگه جا موندی تک بزن من وایس آقای من مرادی ام ما این پاتروله ایم پس شما جلو برو ما میایم گاز بده آقا نریم کردم یا بازی میکنه؟ نمیدونم میگن همین سیاهی لشکرای فروزانی دیگه. اینا کار فیلم به پستشون بخوره میان ولی ظاهرا اونجا ثابت نظافت چیه دیگه. سیاهی لشکر تای سن انگوششو دماغش میذاره بریم دنبال یارو بگیریم بس میکنی؟ چیکار داری میکنی؟ کجا داری میری؟ کجا این کیه دیگه؟ ببین این واقعا من نمیدونم داستان چیه ها چیکار نمیکنی از تو بازار که نمیتونه این بره که ها مایرا داره صاف من نمیدونم حالا برم تو من ها خب برو دیگه کنگول جان کجا داری میری رفتی تو بازار الان چی همینه چی همینه خب میدونم تو بازار الان چی کار میکنه خونه یارو مگه تو بازاره الو چی میگه؟ نمیشنه بسن
داره میگه؟ اون چی میگه؟ من چه میدونم که میگم تلفنش که جواب نمیده که. شاید مادرشه خب. خدا رو شکر مثل اینکه بیخیال یارو شد. بابا یه دقیقه برو بهش بگو باش حساب میکنیم. یعنی چی مسافر میزنه؟ سلام علیکم. سلام خاله. باز تو سرفله اینجا پیدا شد؟ تو خلافا کردی منو. بهت میگم نمیخوام برو دوی خونه ببینم. برو ببین. برو در میشه با برو سوی. سلام علیکم. سلام علیکم. خوبی؟ خیلی ممنون. بفرمایی. ملیحه خانم اگه میشه یه لحظه صداش کنید. ملیحه رو چیکار داری؟ ما همین گروه فیلم سازی هستیم که باش کار کردیم دو سه شما هم چهار هفته پیش. ملیحه تصادف کرده بردنش بیمارستان. خانم خیلی وقت نداریم، یه دو دقیقه میخوای وقتشو بگیریم بیاد. آقا جان من که دارم دروغ نمیگم، ملیحه تصادف کرده بردنش بیمارستان. تو پس که داری گازنشو سی سیگاروشو میکنی، یعنی حالیت نیمی چه خطرناکه؟ ای بابا حالا مهمونا رو جواب بده به سیگار من چیکار داری؟ خب حالا یعنی کس و کاری چیزی نداره ما ازش بپرسیم کجاست؟ اون که پدر مادر نداره. چند تا دخترن با هم اینجا زندگی میکنن. کدوم بیمارستان بردنش؟ هیچی به من نگفتن، خبری ندارم، فقط تصادف کرد بردنش بیمارستان. ببین خانم خاله عزیزم من این شماره هم واسط می نویسم، اگه زنگ زد یا خبری ازش گرفتی شماره منو بهش بده، بگو مزدک با کارگردان فیلمه اومدن دنبالتن. خب یه روز دیگه باش کار داریم. خیلی خوب روچشه. نمیشه بابا اونو که خودت میدونی درستش میکنه. میسم اتفاقی نمیدونی این رفیقشه این جا چیزی رجبی این چیه؟ این رجبی رفیقشه این میدونه جان خودم میشه بابا تله فیلمه اصلا این چیزو ببین دیده نمیشه بابا ما فقط آخرش مسئله داریم اون قرار خودکشی نکنه بعدش میخوای چیکار کنی اون قبلا دیدیم دیگه توی پلان قبلش ببین چی میگه خودش کدوم یارو بوده مادرش بیمارستان کجا بردنش تو چی کار داری به تو چه من کار ندارم سلام علیکم اینجا چه شده این یک شدی تصادف کرد بردنش شما چیکارش داری چه شده اون دندش ترک خورد. دندش شکسته؟ گفتم ترک خورده که گفتم شکسته. کدوم بیمارستانه؟ من نمیدونم. شما آزیتا بدونم. آزیتا چیه؟ آزیتا. آزیتا باش رفته بیمارستان دیگه. خب شما رو آزیتا رو بده من. نه من که نمیتونم شما رو آزیتا رو بدم به تو. شما رو آزیتا رو بده دیگه. بگی با شما گوشی خودتون بگیر من باش حرف بزن. خودم باش حرف بزن چون تو حرف بزن. بدین من باش صحبت کنم. نه خودم میتونم باش حرف بزن. میخوام من باش حرف بزن. گوشیش خاموش. مزدک. شماره خودت رو بده. خانم ما یه پلان بعد تکرار کنیم همون صحنه ای که ملیحه اومده بازی کرده. باشه شمارتونو بدی میدم بهش میام زنگ بزنم. شماره خودت بگو مرکز اون شگیرا بگو مرکز این یکی دو روزه کارش داره بگو برنامه‌ریزی کار لازمه داره. خب نزدک میام زنگ بزنم. خب یادت نرو شماره خودت رو بدم. شماره خودم که نمیتونم بهت بدم. دادی یه شمارتو دیگه زنگ بزن شماره میگم ببین شماره آزیتا رو ببین من میگم این اگه دندش شکسته باشه یزیدیه. بعد کل سکانس رو تکرارش کن. این یزیده من خودم هر طوری شده میگردم پیداش میکنم. مزدک بزن به من. من زن پیداش یه تک به من من پیداش چی کار کنیم حالا عجب گیری کردیم ما. کل سکانس رو بی تکرارش همین دختر خوبه ها. دیوونه شدی تو؟ چرا؟ با این تکرار کنی؟ آره. بجون برو بهش بگو که با تکرارش کنی. گفتم بهش دیگه چی؟ یکی روزه پیداش من بده سویچو ببینم. نه با برنامه‌ریزی. با یکی دیگه تکرار کنی. من میگم با برنامه‌ریزی ببینش وقتی مثلا حرف میزنه خوبه. میشه مثلا پسر این امیر سلیمانی هست دیگه شو بگم شب بشا حالا مثلا اصلا من میگم بریم پخ نوش ما نمیتونیم بیاریم برای سه روز دیگه میگم بریم اصلا با پخ شرط بزنیم این چرا باز نمیشه بده من بده من بیا تو بشه من خودم
بگو مزدک، راست میگی؟ خب این که عالی شد، فقط قرار بذار باشا، از دستش ندیم. آره مرسی زنگ زدی، قربونت، خدا. سلام، خوبی؟ خوبی شما؟ دیر اومدی؟ دیر کردم؟ دیر من گفتم سر یه قرار سلام. دارم سلام، حال شما چطوره؟ حال ندارم خانم، چیز بفرم اینجاست. سلام علیکم. سلام. بریم ولی سلام ولی خانم رحیمی هنو زن هم کارگردانی که اونو زمان دارم دنباله. بفرم اینجا. چطوری؟ مرسی. خدا بد نده. دستتون درد نکنه. تو که بازم این گوشی تلفن دستته 24 ساعته خسته نمیشی؟ خب ناق بگیری تو دکتر. چی شد؟ تصادف کردی؟ آره تصادف کردم. دفتم فرار کرد. فرمایید. قشنگ رفت. آره می سر چهارا داشتم رد میشدم، بعد یه دفعه با سرعت زد بهم فرار کرد رفت. اوه چیکار کردی؟ هیچی. اون که فرار کرد هیچ کس هم شمارهش رو بر نداشته بود، مردم هم من بردم بیمارستان. ضربه شدیدی بود؟ نه بابا چیزیش نشده. یه داری دلش چی تو؟ تو کری؟ در فکر خیالی؟ نگران نباش، درست میشه. این آزمایشی که شد قرارشو بیر بگیره. بابا این حساسه، هر بلایی سرش میاد همینطوری میکنیم. چیش؟ حالا یه چند روز به هر حال کوفتگی و اینا داره دیگه. آره حالا این رفتن جواب آزمایش هم بگیرم ببینم. این مزدک دستیار من زنگ زد دیشب، من فکرم حالت بهتره، اصلا فکر نمی‌کردم اینجوری دراز کشیده باشه. بابا الان هم خوبه. نه گفتن زیاد تکون نخورم واسه همین دراز کشیدم الان. پس بهتری؟ آره بهتره. ببین اون صحنه‌ای که اومدی بازی کردیم، من مایکار شوهرم دیگه سامان، این یه جاش خراب شده، چند روز دیگه هم باید پخش بشه از تلویزیون، تیزرش هم رفتن. اون صحنه رو باید تکرار کنیم. کی میتونی بیای؟ پولمش میدین؟ مگه پول نگرفتی اون دفعه؟ پول میدین یا مثلا اون دفعه میشه دوباره؟ چطوری شده بود مگه اون دفعه؟ این آقاه نمیدونم کی پولمو نداده بود. بابا نوروزی من خودم 100 بار تا حالا بهش زنگ زدم، هر دفعه گفته حله، بعد پای پول دادن که میرسه میپیچونه. من نمیدونستم. نه نگران نباش، من بهشون میگم که پولتو همون روز که اومدی بس بدن، فقط ما عجله داریم. این دفعه باید بیشترمش پول بدیم. نمیدونم. ببین ما عجله داریم، اینو باید سریع بگیریم که مونتاژ بشه بفرستیم بره پخش بشه. حالا ببین یه روز، یه روزم نه، یه ساعت بیای تموم بشه دیگه. باشم میام، ولی این آقای مرادی رو از کجا پیدا کردین شما؟ مرادی با هم مردی که بی عقل وای نیست از صبح تا شب دمیم. اون ما رفتیم شماره تو داشتیم مؤسسه نظافتی، اونجا که رفتیم اون آورد ما رو اینجا. منم اصلا دیگه نمیذارم بره اونجا کار کنه. خیر سرش با اون سنش و قیافش عاشق این شده. تو خود کله کچلش رو دیدی؟ حالا ازش به هم میخوره. چیز بس که این فکر میکنی بتونی بیای؟ بهتون زنگ میزنم. تو رو خدا سری طرف. فقط به این مردی که مرادی تو رو خدا خبری از من ندین. اگه چیزی گفت چایتون رو نخوردین؟ تو سعی کن استراحت کنی، بعد سعی کن همین فردا پس فردا بشه دیگه. باشه خودم حواسم هم میشستین. مراقب خودت باش. پس خبری بهش ندین. آره حتما. خدا حافظ. خدا. خانم رحیمی ببین خطم عوض شده، یه خط جدید دستمه. خب میگم شماره رو بنویسم، خواستی بدی به دستیارت هم دیگه شماره جدید رو بده ها. من فکر کنم اینا کارشون دیره توه، من یه پولی واسطه از مگه در میارم. خانم رحیمی، خانم رحیمی ها نگه باشتا بیا، شماره جدید هست بگی به این زنگ بزن. باش نگه بیا. ببین این پول لازم داره. خب خدایی چقدرش میدی؟ من اصلا در جریانه. چی شد؟ خدا شد. سالمه. برو بشه داره گریه میکنه واسه ما آب خوره میگیره. با پس خدا شد. داستان تصادفش هم برای ما قضیه دار شده ها. اون روز که رفته تو خیابون ماشین زده بهش، پهلوش نمیدونم داغون شده، اینا ترسیده نکنه کلیه باشه. خب حالا خدا شد که چی میشه؟ قول اینو داده بود واسه هم قول شده. قول کلیه شد دیگه. به کی قول داده؟ یعنی چی؟ بفروشتش دیگه. گفتم که اون کلیهش رو میخواد بفروشه؟ چیز دیگه ای که نداره بفروشه، ازش پول نداره. میگم به دیگه پول لازم داره. خب یعنی چی؟ یا اون میخواد بدون کلیه زندگی کنه؟ حالا به این چیزا رو ول کن تو، فقط اگه میتونی واسه اش پول جور کن. ببین
فقط بهت بگم ما عجله داریم. بن زنگ بزن. من خودم اونو درست میکنمش. باشه؟ خداحافظ. خانم. سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ خانم، ملیحه حالش چطوره؟ ملیحه که میدونه تصادف کرده، حالا روز نداره که. حالش چطوره؟ ببین مرادی. بگو خانم کارگردان، تو رو خدا دو دقیقه بیام بریم من ببینمش که اون پوت واسش گرفتم. دو دقیقه اینو نمیذارم من برم تو. من تا اونجایی که فهمیدم دل خوشی از تو نداره. خاص چی دل خوشی از من نداره؟ من گناه کردم بابا، اینا حالیشون نیست، عشق نیست. شما که حالیتونو بیام بریم حالیشون کنیم دیگه. من جوهم که نکردم که، خاطر خوشم دیگه. خم باشم میخوام ازدواج کنم. خدا من از این الاف در به درها نیستم. چی داری میگی؟ میام بیام بریم باهاش. اصلا حرفشو نزن. ای واسه چی آخه؟ من یه چیزی میدونم دارم بهت میگم دیگه. خانم خواهش میکنم خواهری کنیم واسه من، بیم بریم با اینا حرف بزنیم. خب خودت برو حرف بزن. من برم اگر میتونستم با اینا حرف بزنم اینا الان من برم اونجا که لنگ کفش میزنن تو سرم. نه نه ترس، برو در بزن بگو من اومدم حرف بزن. منو گرفتارم بعد برم. خداحافظ. فقط میترسم خون بالا روی پشت با ما اینا تیز بشه. اونو یه تکی میکنم. میپوشونی این استایی جا. باش. خواهش. قبل داره میرسه. علی یه چای بیار که تلفن بسیاری. من ازت عذر میخوام. الهی درد برام بکشه. سرمایه. بابا خانم رجبی کجایی؟ بس ما مسخره شما که نیستیم، قربونت برم. من خانم بخیر هستم، 6 صبح اینجا نگارش داشتم. خب زشته دیگه. بابا بلم کن، فکر می‌کنم اگه مهمون بیام بیا ببین چی شد. الو بابا، یه گروه معطل تو هست. شیطان قول ندادی بهم. مگه الان زدم زیر قولم که شاکی بازی در میاری؟ خب نمیام، جون مامانم مهمتره. حالا مگه چقدر میخوام بدم پاشم برم یه ساعت خودم علاف کنم اونجا؟ مگه چی شده؟ من خودش بپرس. من نه سر پیازم نه ته پیاز. حالا همین امروز میخواست بره کلیهشو بفروشه دیگه. امروز که نمیخواست بفروشه. قرارمداراشو چند روز پیش گذاشته بود. امروز رفته نتیجه آزمایشیشو ببینه چی میشه. حالا چقدر میخرن؟ 6 میلیون. کاری کن. خیال این جریان شه. ساختمونه؟ خودش هم گفت میاد اینجا. ببخشید برای آزمایش فروش کلیه کجاست؟ برید پایین. داشتیم امروز با هم اینو تو آوردی اینجا؟ نه به تو چه ربطی داره؟ من خودم آمدم، بلنشو بریم، یه گروه رو معطل کردی تو، میفهمی؟ صداشو بیار پایین بابا. یعنی چی کلی هم میخوام بفروشم؟ خانم دکتر ولش کن. یه آزمایشه میخواد این کار بکنم؟ میخوام بفروشم، بابا به کسی چه ربطی داره؟ تو چه همین امروز دیگه؟ آره همین 20 امروز. نفر اونجا معطل تا میفهمی؟
پس کجا زیاد تقطو گرفتی چی شد؟ این نرسیده به هره باید بگیریش آره فقط لباسشو نچسبید یا کار ما رو بشه نرسیده به هره باید بگیریش از پوشت رضا جان یکم اون بومو بیار بالاتر این ساکت روتن دوست داری که کار نبرا بکنم بیرون بایستم خویان جان آماده بله آقا صدا دوربین دوربین رفت حرکت کات دوربین کات ببین این تو داری از خودکشی نجات میدی بلم کن خوب بود کات دوستان خسته نباشین همون نهار اومده یا نه آقا دوربین بره تو سی ناری شوهرش بود دیگه از دستش دیوونه شده بودم به این میگم اگه به کسی بگید آبرو خودت میره راستم میگم به کی میگفتم چی میگفتم از خونه داشتم ظرف می‌شستم می‌دونم یهو گفت آی دلم یه همچین چیزایی پیش خودم گفتم وای باز دوباره آنم گفت برو از دارو خونه نمیدونم چی بگیر دارو دوا نمیدونم اینا به من گفتم من میرم مامانم گفتش که در خودم میرم خرید دارم میرم بیرون میگیرم اینکه مامانم از در رفت بیرون زیر چشم نگاه کردم دیدم حواسش به منه دارم من نگاه میکنه چاقو رو برداشتم من طرفم گفت بزن نمیتونستم بزنم چاقو رو از دستم گرفت پرت کرد اون بر از ندن مامانم دورش زیاد بود خیلی به خودم که مامانم میدم همه جو خونه مامانم کشته
داور آلمانی گیرش چه جوری بود بابا سهر آه چطوری بابا؟ چرا نمیپس؟ چی شد؟ چند چنده؟ همون یکی هیچ ایک حال نظاری دارن این آرژانتینی ها بود مزده کویونه خنده روده بودش خیلی ذهنم درگیر این دختری شده اصلا نمیدونم چجوری میتونیم کمکش کنیم کی؟ اون نیمه ها رو میاری؟ ملیحه؟ آره خب که چی؟ مثلا چیکار میتونیم بچه بکنیم؟ باف اون بیچاره تنهاست دیگه ما لااقل یه چهار تا آدم میشناسیم خیری کسی بتونیم این پولو بده میدونی اصلا چی داری حرف میزنی از 5 میلیون تومن دیهش آره دیگه پس چی برو بابا ولن کن کی الان تو این اوضاع و شرایط حاضر به همچین پولی این همه پولدار ریخته تو این کشور خیلی خب لااقل یه تومن من و تو باید بذاریم خودمون بگیم ما پیش قدم شدیم حالا شما بفرمایید حالا ول کن این حرفا رو ببینیم چه بچه‌ها ها الان نه بچه‌ها بچه ها 50 میلیون تومن سر آلمان چرد میان 50 تا بشمو نست 50 تا بشین بابا تو برو بود بحث کنید بزن کنید بزن کنید دو چار شیش آقا 50 تا هر سریا 50 تا با مزدک بستم اگه من اون آپارتمان فسفلی تا چنگ تن باش آره تو هم آپارتمان خودتی دو دستی بچنگ سلام آه سلام دختر چطوری؟ رفتی؟ نه دارم دیگه رو جور میکنم پس نرفتی؟ رضایتشونو بگیری؟ رضایت نمیدن چند بار بره؟ باید رضایتشونو بگیری میتونی؟ گفتم بیا اینجا بهت بگن تا 25 بیشتر فرصت نداری 25 همین ماه؟ تاریخ دادم چند دفعه عقب بندازم تو هم که کاری نمیکنی یعنی چی تاریخ دادم؟ اجرای حکم دیگه مگه اینکه معجزه‌ای بشه بازم خدا بزرگه زیاد خودتو ناراحت نکن من خودم باهاشون صحبت میکنم من الان یه دادگاه دارم بعدا خبرشو بهت میدم بودم هر کیو که تو فکر کنی ما دیدیم چه میدونم پیش نماز حاجی محل تمام اون محله رو ما زیر رو کردیم اصلا پامونو میذاریم اینجا کل اون محله میذارن رو سرشون خیر ولی بالاخره باید یه کاری کرد دیگه یه بار دوبار که ما نرفتیم 100 بار رفتیم پیششون رضایت بیا تا همین کوچه است. سلام را دکترین مطراف ای استاد سلمانی به حقیقت در دیار خود سری دارد و جان سری نیوز کنم دارد نمی دختر دختر بیا سلام کجا میری سلام چه کردی؟ نه هنوز چی شد؟ ببین
نری این موقع در خونه. چرا؟ تو مثل اون دفعه میشه میریزن بیرو داد و قال و قیل این صحبت ها میشه. حکمش اومده ببینیم چجوری میشه رضایت بگیریم. من بهش گفته بودم که برو بلو اموه. رفتی بلو اموه؟ میخواستم برم درسیدم تنهایی برم. خب باید میرفتی دیگه. تو مدرسه شده اموه؟ اموه من دارم آدمش دارم قریبه نیست اموه رضایت هم میده اینا چشمشون بیافته به اموه رضایت میدن. مغازه‌شون هم دهانه بازار بلوز فروشی داره. شاید هم کارگاه باشی. پسر نامزد داشت؟ میگفت مامانت نشسته زیر پاش. میگفت برادرزادش چش ناپاک نبود. چی میگی تو؟ یعنی من میشنگیدم؟ آره؟ تمام پرونده های پزشکیش از تمام عکساش هست که بده نشون میدم. تمام بدنم زخم و زیبی شده بودن قمر کشته بود رو زمین. بابا من که نمیگم راست گفتم. میگم اینطوری آره. بگم نمیتونی پول جور کنی؟ واسه چی به من گیر داده اینجوری؟ سلام. سلام فرج جان، خسته نباش. حالت خوبه؟ امیر زنگ زد میگه بچه‌ها برای فوتبال خونه ما. شما چیکار می‌کنید؟ میای گفتم صبر کنید تا سحر. سیگار داری؟ چی؟ سیگار تو بده به من. تاریکی چرا وایسادی؟ چته؟ دیوانه شدم از این دختره. چرا من چیکار کردم؟ خودش از ماشین پرت کرد پایین وسط خیابون. چی؟ همینجوری مونده بودم اصلا باید چیکار کنم. بابا سر ول کن تو رو خدا این داستانو. خیلی خودت درگیر این قضیه کردی. آخه به من و تو چه مربوطه؟ ما پلانمون رو خواستیم گرفتیم تمام شد رفت بیکارش دیگه. بقیه شما ربطی نداره. حکم مادر بدبختش رو صادر کردن. خب که چی؟ قراره اعدام بشه. خب عزیزم همینه دیگه. قتل کرده باید قصاص قانونه.
از دست من تو چه کاری برمیاد؟ وکیلی، متولی، چیکاره ایم؟ ببین اصلا چند وقته این ور باش رفتی، خب چرا دوربین تو نبردی یه ذره ازش فیلم بگیری؟ چی من میشه الان تو این حال و روزش بلند شم ازش فیلم بگیرم؟ چه اشکالی داره؟ تو این مستند ازش میسازی، چه میدونم یه جای پخش میکنیم شاید تاثیر گذاری. خواهی چیز کنم به رضایی بگم مجوز اینو بگیر واسه باید بهت شک میکنم. چرا من چیکار کردم؟ شک میکنم تو همون آدمی موندی که من تو دانشگاه دیدمش، یا تو هم رفتی تو باقالیا. سلام علیکم. آجا بزو با حاجی هماهنگ کرده بودیم. هماهنگ شده؟ بله. خوشی همه بود در واسه. در واسه کن. باشه. مزم. سلام بهت بگم خاجر تو این پوستی رو درستش کن. سرش آره خاموش کرده و بدبختی کشیدمش کنار این لگن رو. بانک رفتی؟ ببخش یادم رفته بود ماشین. نسی چیزی بگیری؟ مجوزش به درد بخور بود؟ یه چیزایی گرفتم. آدم دیوونه میشه میره این زندان. چه چیزایی که آدم نمیبینه. اصلا قاطی کردم. میشه دی؟ بیا. ماشین چش شده بود؟ ببخشید من یادم رفت. بگو مزک. ها؟ کجا هست حالا؟ خیلی خوب بگو مسری میام آقا این حساب کن برام. بگو مسری میام آره خوب. پدر جان جانم دامداری حبیب اللهی کجاست؟ بریم جلو انتهای این خیابون یه خیابون خاکیه دست راسته. خب
اصلا به دامنت خواهم چقدر دیر کردی پس زدن لتو پارش کردن نامردا. ببینین تو رو خدا دختر چه بلایی سر خودش آورده. حالا شما آورده من خاطر خواهشم همه جوره آمارش دارم. حالا شما به من پوش بیدید. یاس چه آمار من داریده؟ اگه من... تو به من بگو اونجا چی کار میکردی؟ سه روز بود این از خونه میزد بیرون ولی نمیمه سر کار. گفتم برم اینم این دختره کجا میره واسه چی نمیاد سر کار. همینجور راه افتادم رفتم دیدم رفت توی یه دونه پارک. بعدش اومد سر خیابون وایسا دست بلند کرد واسه یه دونه ماشین. بجو مرادی در باز کن اون حرف نزن نمیدونی حالش خوب نیست. تو نه دور تو پیکانه بودن دفعه باشو حرف زد از سوار شو گفتم با ایلا دختر کجا داری سوار ماشین نمیشی. بعدش راه افتادم فقط میکرم مسافر کشم همینجور دنبالشون رفتم دیدم رفتم تو اتوبا. خیلی خوب فهمیدم بابا فهمیدم تو اون کجا داری میری دختر. همینجور دو سه بار گمشون کردم رفتم پیداشو کردم دیدم سرم توی جاده خاکی. گفتم بابا میلا تو جاده خاکی دیگه کارش در اومد. دنبالشون رفتم بعدش گمشون کردم یه نیم ساعتی همینجور دنبالشون گشتم تا بالاخره پیداش کردم. دیدم چهارتایی ریختن سرش دارم میزننش دیگه خاطی کردم این یخمو جر دادم از اون جوب رفتم تو دهنی رو بعدش افتادم مواظبش چرا حرف میزنی آره بعدش بعدش لحظم جلو اینا ریختن سر من همجور با چوب و چما مرادی بس کن دارم بهت میگم من بدارم به این دختر برسم. باشه باشه ببین بقید باش حرف بزن بگو دختر این کارو نکن باش چی سوار ماشین ها اندازت بود؟ آره خوبه. اینقدر وول نخور بذار تمیز بیا اینجا ببینم. فکر کنی بشناسیشون؟ چی کار کنم؟ برم شکایت کنم ازشون؟ ببینم تو فکر کنی مادرت ببینده تو این وضعیت میگه آفرین دخترم؟ بعد چی این کارا رو میکنی تو؟ به من نگاه کن. فکر کنی مامانت راضیه از این وضعیت تو؟ من رفتم دیدم مامانتو. چجوری رفتی؟ رفتم دیگه. به خدا راضیه. اون راضیه که اونجاست که تو این وضعیت رو نداشته باشی. اومد تو این کارا رو میکنی؟ میخوای ببینیش؟ دیدم دیگه من یه بچه تو منو دیگه من به قرآن زوره نفهمیدم چه حالی شدم. دویدن رفتم تو آشپزخونه کارد رو برداشتم. گفته حتما ملیه بهتون کاردم اونجا افتاده بود. از همونجا برداشتم و مادم پریدم روش. یه به هوش حواس که مادم لمون یه بر افتاده. ملیه بدبختم یه بر. من به خاطر این مردی که خونم فروختم. دادم دستش هرچی پول داشتم. یه خونه 40 متر داشتم تو منیریه. داشتیم زندگیمون رو میکردیم. من به تو رو گفتم همون من رو دود کرد و این رفیق مفیق رو رفت هوا اون نکشتش. من از بچه هم دفاع کردم. من کشتمش. من کشتمش. متقبول نمیکنم. میگم باید زنگ میزدی پلیس. وقتی تو آشپزخونه بودم مامانم رفت بیرون اومد سمتم. من چاقو رو یواشکی قایم کردم. ول کن نبود گیر داده بود بهم. یا مامانم اومد تو دید حمله کرد طرفش
چشم گوش مامانم و هم دیگه هیچی نفهمیدم. فقط دیدم همینجوری دارم با چاقو میزنمش. مامانم بیهوش شدم اونجا. وقتی به هوش اومد دست و صورت هم شاز تا غروب نشسته بودیم زل زده بودیم به جنازش. بعد گفت من زنگ میزنم به پلیس، خودم گردم میگیرم همه چیو، تو هیچی نگو. حالا دارم اونو به جای من اعدام میکنن. مدل چیه؟ 69. قیمت چنده؟ 5 تومن. 5 تومن؟ نه بالا. حالا فروشه؟ چند میخری؟ قیمت چنده؟ 5 تومن. 3.5 میشه؟ 3.5 من دیگه خیلی پایین داری میگی. روش میشه. خب علی داده ما؟ نه. قیمت چنده؟ چنده قیمت تو؟ قیمت من 4 دارم میگم. 4 تومن؟ آره. بشکا بیا بزنیم دقیقا ببینیم ماشینا. قیمت چیه تو؟ بابا ماشین نگاه کن. نقد چقدر می‌خری؟ نقد چقدر می‌خری؟ نقد می‌خوام بکنم. بابا من میگم چی؟ 4 ور می‌داری؟ نداری زنگ داری یا نداره؟ ماشین نگاه کن شما. سند دارن خودتونه؟ سلام علیکم. سلام. خسته نباشید. فروشی خانم؟ بله. نظرتون چقدره؟ نظرم 4 میلیونه. 4 میلیون. بابا بله چند سلام علیکم. سلام. چنده مدل؟ 3 بر میداری؟ بیر بخواه. سلام. چیه خانم مدلش؟ 69. 62. رنگ چی داره؟ یه کمی رنگ شده دیگه. قیمتش چنده؟ 3.5. بیمه چقدر داره؟ بیمه داره. چه جا رقب شده با کنی؟ یه نگاهی بنداز. خانم اگه قیمتش کمتر میشه بیا پایین قولنامه‌شو بنویسم. پولم هم نه. بالایی گفته 3700. اگه 3800 می‌خری؟ 3800 نمی‌خره. میگه 3700 می‌بره تو مغازه. بنویسم بیام. می‌بره تو مغازه کمتر می‌خواد بخره. ولی من پولم نقده. الان من می‌خرم. من 3500 می‌خرم. میشه بیا پولش نقده. من در جا پولشو تراوه می‌شم. خب پس بنویس بدم. ادای پدکش هم چیش کار بده؟ آره آماده است. برو بنویسم میام. بیا خانم بیا. سلام دخترم چطوری؟ آقای پسیانی ملیه خانم صنایعی. بهتری؟ آره خیلی بهترم. ببین هنوز یکم جای زخم مونده. طول میکشه دیگه، مخصوصا کبودیه. حالا امروز ببینیم چی میشه دیگه. ما بریم صحبت کنیم. آقای پسیانی هم اومدن، امیدوارم حل بشه. یه حدود 9.5 میلیون جمع شده حواله است که بگی. مرسی، دستون درد نکنه، زحمت کشید. ما بریم ببینیم چی میشه دیگه، بعد خبر میدم. خیلی وایسم؟ ها، نه تو برو. نگران نباش، درست میشه. خب؟ ولی چیز رو گفتن خیلی ممکنه که خود ملیحه رو اگه ببینم. یه بارم خودش اومده بود و برخورد بدی داشتن. این آقا رو من میشناسم. سلام. سلام علیکم. احوال شما چطوره؟ سلام علیکم. منزل حاج آقا رشیدی همینه؟ همین داره. مرسی. هیچ کدومشون ندیدی؟ من هیچ کدوم ندیدم. باز کن. سلام. سلام. بابا ما خونه؟
سلام. خوش اومدیم. سلام. ببخش. خوبه دستون دادم. ببخشید الان میام. خیلی ممنون. مرسی. خواهش میکنم. مرسی. بابام اینا اومدن. سلام علیکم. یا الله. سلام علیکم. سلام علیکم. احوال شما خوبه؟ احوال شما خوبه؟ خوبه اسنای پس یعنی؟ خوش آمدید. بفرمایید. بفرمایید. بچه تا اینجا دویده هی میگه بابا بدو بدو اون بازیگر اومده. اسم شما رو هی میگه پس یعنی. خوش آمدید. من نمیدونم بالای خونه چی داره، خونه خرابه که اینقدر این بازیگر رو دوست دارم بیان اینجا رو برای فیلم میگیرم. والا دوستاتون اتفاقا چند وقت پیش برای یه سریال بود بچه، آره برای سریال اومده بودن. والا خوب باش، خانوم هم حالش زیاد خوب نیست. خدا حفظش کنه. گفتیم سلامت باشید. پنج ما میخواستن اینجا رو، گفتیم برای بچه ها رو کجا حالا ملخون کنیم و اینا، دیگه قبول نکرد. من البته اونا رو نمیشناختیم. شما که دیگه سربر ما هستید. شما لطفه. من البته برای خونه که مزاحم نشدیم و در واقع از طرف آقای انتظامی اومدیم. ایشون خودشون یه مقدار درگیر کار بودن و بله. نتونستن بیان. بله. این بود که ما خدمت رسیدیم. خواهش میکنم. خوش آمدید. صفا بود. خانم رحیمی مستندساز هستن. بله. کارگردان. بله کارگردان. آها کارگردان اون کاری که آیه پرستوی شما رو کشتن دیگه. نه خیلی. دیگه تیز بود. نه زیر تیغ. نه. این که کارگردانش آقای هنرمند بود. عرض کردم که خانم رحیمی مستندساز هستن. اخیراً روی یک فیلمی دارن کار میکنن که درباره زندان زنان و با زنهای زندانی گفتگو میکنن. بله. در طول فیلم برداری هم با یک موردی شاید خودتون بگیم بهتر باشه. من با خانمایی صحبت کردم زندانی که توی مصاحبه‌ای که کردم به چیزای واقعا عجیبی برخوردم و دیدم که اکثرا پشیمونن از کاری که کردن، به خصوص یه خانومی که حالا یه فیلمی ساختم که خیلی دلم می‌خواد الان بتونیم اگه ممکنه با هم ببینیم. بله خواهش می‌کنم. اینو بذار تو ویدیو ببینیم. بفرمایید چایی بفرمایید. دست شما درد نکنه. ما به شما خیلی علاقه داریم، های پسیار خیلی لطفه. اول باید همدردی رو با شما واقعا تقسیم بکنم. خود من مادرم. خانم خوربت خیر اندیشه. ما باید ببینیم این مادری که دست به این حرکت زده چقدر در اون لحظه قصد این کار رو داشته. آیا واقعا دچار جنون آنی نشده بوده؟ شمایی که عاقلی، شمایی که مادری، شمایی که مهربانی، میتونه حتی اون کسی که جون بچهشو گرفته رو به عنوان بچه خودش هم قبول بکنه. انتقام یه شکست. شک نکنید که در قضاوت تاریخ قرار میگیریم و هر کدوم از این گزینه‌ها رو که انتخاب کنیم مطمئن باشید در آینده معلوم میشه درست یا غلطه و تنها یک راه داره که این قضاوت تاریخ را ازش بگیریم. به یک چیز فکر کنید، به قضاوت. متهم به قتل، قتل عزیز شما محاکمه شده، محکوم شده و قرار قصاص بشه. اما شما یه حق دیگه هم دارید، حق بخشش. شما میتونید ببخشید. قضاوت دادگاه تموم شده، اما قضاوت شما چی؟ چی میخواید شما از جون ما؟ باشین جمع کنید شما رو پرسید. چی میخواید شما از جون ما؟ من پدرشو نمیخوام اینجا باشی. من بچه‌ها میخوام. 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 بچه‌ها میخ
سلام علیکم آقا. سلام علیکم. من اینجا آپارتمان خریدم، میخوام ببینم اگه بشه پسش بدم. به نامه؟ به نام امین سامان. من بله. شما یه خونه 70 متری خریدید، 30 میلیون تومان دادید، برجی 2 میلیون تومان دارید میدید، میخواید چیکار کنید؟ میخوام پسش بدم. برای چی؟ پولشو لازم دارم. اینجا آیندهش خیلی خوبه با. میدونم آینده داره. آره میدونم. خب بعدهاش خیلی خوب میشه اینجا. شما به الان نگاه نکنید که خواب و گل این چیزاست. بعدها خیلی خوب میشه. برای خودش یک شهری میشه اینجا. حالا به هر حال که پولمو لازم دارم. مسئله نیست. پس آقاتون بیاد اینجا، چون آقاتون این قول ما رو امضا کرده، بیاد اینجا رو امضا کنه. بعد مدتی هم باید صبر کنید تا من اینجا رو بفروشم. من الان پول نقد ندارم به شما بدم. یعنی چی؟ نمیفهمم. اول شما باید بفروشین، بعداً پولشو میتونید به من بدین. چقدر طول میکشه این کار؟ معلوم نمیکنه. یعنی باید کار باید بخوابه تو چه مشتری پیدا میشه. من که الان مشتری پشت در که وای نستاده خانم. یکم بذارید فکر کنم. در خدمت شما هستم. کمی دست نگه دار بابا جون، تو و شوهرت بعد از یه قرنی داری خونه دار میشین. حالا اینجا رو از اینجا به بعدش میخوام دیتیل بگیرم. بسته میخوام بگیرم میام جلوتر. پس یه ذره آره سینکم نبوده. برگردن یه ذره عقب‌تر. یه شربتی چیزی بخوریم بچه‌ها. خیلی خوب بود اینا. مرسی مرسی. خیلی خوب. بچه‌ها راستی سحر عالی بود ولی تکرار می‌کنم. نه اون پشت همش بسته. دوباره می‌گیریم. سلام چطوری؟ چطوری؟ هیچ کدوم که موبایلتون رو جواب نمیدین، اصلا مونده بودم دیگه. ما شرمنده میخواستم. نرستم رو کشنتون کجاست. چی جوری بده کردی؟ چی شد الان؟ رفته بودم سر ساختمون. ساختمون کجاست؟ شهره؟ آره. رفتم یه تحقیقی کردم ببینم چجوری میشه مثلا اگه بخوایم بفروشیمش. بفروشی؟ برای چی؟ برای چی میخوایی بفروشی؟ میخوام بفروشمش. پولشو لازم دارم. تا همین الان پول لازم داشتیم این سقف رو بذاریم بالا سرم. سگ دو میزنم به سگ این برام و این قرتی بازی رو در میارم که بتونم چکام رو پاس کنم. میدونم. خب بینم ولی این دختره؟ آره؟ آره. خب تو سر من کنم. سامان ببین، اون الان به کمک ما احتیاج داره، میفهمی؟ یه پول قلمبه لازم داره که مادرش رو بتونه از زندان بیاره بیرون. دو روز دیگه میخوان اعدامش کنن، میفهمی؟ ما میتونیم بعدن کار کنیم، تو کار کنی، من کار کنم، این پوله رو یه جوری سرهم کنیم. ما میتونیم پولمون رو در بیاریم، ولی اونا چی کار میتونن بکنن؟ بس کن دیگه سهر، خیلی داری زیادی رو میکنی. تو کاره چی کاره که میخوای این کار بکنی؟
ده اصلا مثل سگ دارم جون میکنم این درون در میزنم که بتونم یه خونه برای خودم ردیف کنم از این وضعیت کثافت در بیام. یعنی چی؟ سهم خودم میخوام بفروشم. میخوای بمونیم تو همین وضعیت؟ درجا بزنیم یه عمر دیگه تو همین وضعیت که صابخونه ره بره بیاد بالا سرمون بگه چی شد اجاره، چی شد پول، چرا مهمون دارین، چرا کوفته، چرا زهرماره؟ حالا چرا اینجوری داری برخورد میکنی؟ میخوام بفروشمش، میفهمی؟ الانم امضای تو لازمه اونجا باشه. این به من هیچ ربطی نداره. من الان کار دارم. آره ربطی به تو نداره. چطور همه آدم ها اینجوری فکر کنن؟ ببین سر جان، من الان کلی کار دارم. کارم درسته بی پیش نرفته، پس فردا مسافرم. کارم باید کلید بزنم، نمیدونم چه خاکی به سرم بریزم. اگه شوخی میکنی شوخی خوبی نیست. برگرد خونه راجبش فکر کن، خودت میفهمی داری اشتباه میکنی. خیلی بی وجدانی. شنیدی چی بهت گفتم؟ بچه آماده ای؟ پلی سلام. شب خوب خوابیدی؟ مرسی بعد نماز تو چطور؟ من که اصلا خوابم نبود.
بهتون نشون میده که چه اتفاقی افتاده که اینجوری برآشفته شده. ما تایسه با هم نگاه کنیم. نماز فرناندو تورس خودشو میگیرن. کاری ما به صاحب دعوی دروازه زنی سر میزنه میوازه کنه سرخ یا راموز و یه پرتاب شکل میگیره. نگاه میکنیم سانت روبن دست دارم برگه راموز هم نمیزه پیکه میتونه تو دور کنه فرمان کنه بشن باید های اسپانیا این ده دقیقه میتونه فشار کافی رو بیاره. پرده 25 همه اولین روز اولین کار سینمایی من رندیه به تکون به خودشون بدن دیگه کیف هم کوکه پرواز چه ساعتیه فرانسه؟ 8 و نیم بده بده اینیستا و توی دروازه اینیستا اسمو کار یک برسفی کنم به اسپانیا در چه دقیقی اسپانیا یک کلانس باید نمیدونت خوشحال باشم آندرس اینیستا اسمو کار یک برسفی کنم دیگه زمانی برای جبران نمونده کاری نمیتونست بکنه استکلنبرگ
Thank you.